دولتی که همه میدونن که چه میزان در پرونده امنیتی عراق دخالت و خرابکاری دارد. این حرف ظافرالآنی است. في الوقت الذي ينبغي ان تهتم به الحكومه العراقيه والاحزاب السياسيه القابضه على السلطه بمداواه الجروح العراقيين ومتابعه العناصر الارهابيه، فان الحل الوحيد الذي قدمته الحكومه العراقيه بالامس وما تزال تصر عليه اليوم هو فقط في اخراج مجاهدي منظمه مجاهدي خلق من دياله الى بغداد، وبالتالي وهي كانها تريد ان تقدم مكافاه الى حكومة طهران، وهي دولة الكل يعرف مدى تدخلها في الملف الامني. روحانی رجفه شیعی آقای عیاد جمال الدین، اینی که بارها گفته آقا این دولت به چنبره رژیم ایران، این روحانی برجسته شیعی عیاد جمال الدین است در عراق که میگوید مشکل ما در عراق موضوع نفوذ افزایش یابنده رژیم ایران است. این در همین روز دسامبر 24 آذر میگه، وقتی آخرین سرباز آمریکایی از عراق خارج شود اعلام خواهد شد که عراق یک مستعمره رژیم ایران است و از سوی پاسداران انقلاب ایران اداره می شود. ایالات متحده این پروژه تعجب انگیز را شروع کرده و ناگزیر است که تا ته خط برود. اما با ترک عراق در وسط این پروژه یک مشکل ایجاد خواهد شد، یک خطر بزرگتر از برنامه هسته ایران.